Hello again everybody. How are you doing today? I hope you're all doing perfect. سلام رفقا، حالتون چطوره؟ خوش اومدید به ویدیو دیگه با سریال فرندز. فرندز خیلی بررسی نکرده بودیم. امروز چه لغتایی رو می‌خوایم بررسی کنیم؟ Get along، phrasal verb. Get along تا رو چندین بار اینو بررسی کردیم. فرندز خیلی استفاده شده. فعل owe. You owe me. She owe you. I don't owe you anything. می‌خوایم بررسی کنیم امروز چی هستی نکات کنارش بگیم. Sneak، فعل sneak، phrasal verb مثل sneak around، این هم قرار بررسی کنیم. و humiliate، خب فعل humiliate. بریم ویدیو رو ببینیم، بعد بریم لغات رو با هم کار کنیم. فقط لطفاً یادتون نره که کانال رو سابسکرایب کنید، زنگ نوتیفیکیشن رو بزنید و تا آخرین ویدیو با من همراه باشید. Let's go. Very fun. Look, I don't know what to do. I really want you guys to get along. Just please come to the movie with us. I mean, you owe me. We owe you? That's right. I helped you guys out a lot in the start of your relationship. I helped you sneak around for like 6 months. I looked like an idiot. And I was humiliated. And I only made $200. خب، رفقا ویدیو رو دیدیم. حالا بیاییم با هم بررسی کنیم. ویدیو رو دیدیم دوستان. بیاییم حالا با هم بررسی کنیم که چیا گفته. Very funny. Very funny. I don't know what to do. نمیدونم که باید چی کار کنم. I don't know what to do. تا اینجاش که ساده است. I don't know what to do. I really want you guys to get along. I really want you to get along. I really want you guys to get along. اینجا رو guys نیاورده. گفتش I really want you guys to get along. حالا get along به چه معنیه؟ Get along یک phrasal verb خیلی هم کاربردیه. If two or more people get along, they like each other and are friendly to each other. میگه وقتی دو نفر با هم، دو تا آدم با هم get along میکنن، یعنی که از هم خوششون میاد و با هم رفیقن. get along یعنی که با هم کنار میان، خیلی با هم خوب مچ میشن. خب I don't really get along with my sister husband. من خیلی نمیتونم با همسر خواهرم و شوهر خواهرم کنار بیام، کنار اومدن، نمیتونم باش رفاقت کنم، خیلی آبمون با هم توی جوب نمیره. I wonder how Michael is getting along in his new job. یا مثلا میتونی بگی که من برام سواله که مایکل با کار جدیدش چجوری داره پیش میره. خب شرطش چجوریه؟ getting along with his job یعنی که با کار جدیدش چجوریه، حالش خوبه، چجوری داره پیش میره، راحت جا افتاده، براش راحت هست، نیست، اذیتش میکنه یا نه. پس get along اگه بین افراد باشه یعنی با هم کنار اومدن. مثلا تو میگی my children don't get along، بچهای من با هم کنار نمیان. don't get along with each other یعنی با هم کنار نمیان، با هم دعواشون میشه. خب پس get along یعنی با کسی کنار اومدن. اینجا هم میگه که من واقعا میخوام که شما با هم کنار بیایید. Please come to the movie with us. Please come to the movie with us. You owe me. Please come to the movie with us. Come to the movie with us یعنی که بیاید با ما یک فیلم ببینید. خب مثلا به جای اینکه بگن please come and watch a movie with us، میگن please come to the movie یعنی با ما بیاید سینما. come to the movie بیاید تو فیلم به این معنی که بیاید بریم سینما فیلم ببینیم. اینجوری هم استفاده میکنن. please come to the movie with us. you owe me. حالا او بشه معنیه او to need to pay or give something to someone because they have lent money to you or in exchange for something they have done for you. اینکه نیاز داشته باشی، اینکه پرداخت کنی یا بدی یه چیزی رو به شخصی به خاطر اینکه اونا بهت پول قرض دادن یا در ازای یک چیزی که اونا کاری رو برات انجام دادن. خب بخوای چیزی رو بگیری در ازای کاری که برات انجام دادن. او همون به معنای بدهکار بودنه. خب you owe me، تو من بدهکاری، من به توی چی بدهکار نیستم. I don't owe you anything. I owe Janet $50. میگه من به جنت $50 بدهکارم. You don't owe me. You owe me a lot. تو به من خیلی بدهکاری. خب حالا هم میتونه او راجع به پول و قرض و اینا باشه، هم میتونه آقا مثلا بگه تو یه نوشیدنی به من بد بدی، یا تو باید یه نوشیدنی به من بده کاری، یه غذا به من بده کاری. I owe you a drink for helping me move. از اینکه بهم کمک کردی. اینجا move میتونه به معنی نه اینکه کمکم کردی راه برم، کمکم کردی که اون جابجایی که می‌خواستم انجام بدم، مثلا می‌خواستم خونه‌شو جابجا کنه یا هر چی. I owe you a drink for helping me move. من به تو یک نوشیدنی بدهکارم بخاطر اینکه کمکم کردی که جابجا بشم. اوکی اینجا میگه you owe me، تو به من بدهکاری. We owe you ما بهت بدهکاریم. That's right. I helped you guys out a lot in the start of your I help you out a lot in the start of your relationship. اینجا الاتو نیاورد. I help you out. help out به معنی کسی رو کمک کردنه. خب
مثلا به جای اینکه بگن I helped you، میگن I helped you out. I help you out یعنی که کمکتون کردم. Help me out here. Please somebody help me out here. کسی اینجا کمکم کنه. همون به معنای helpه. کمکم کنید از یه مشکلی در بیام. Help me out. I helped you out in the start of your relationship. تو شروع رابطتون خیلی بهتون کمک کردم. I helped you sneak around for like 6 I helped you sneak around for 6 months. میگه کمکتون کردم که این ور اون ور هی قایمکی سرک بزنید، پرسه بزنید، بدون که کسی رابطه شما بفهمه به مدت 6 ماه. حالا بریم اسنیک رو بررسی کنیم. اسنیک یک فعله، to go somewhere secretly or to take someone or something somewhere secretly، یعنی که یه جایی بری به صورت مخفیانه یا یه کسی رو ببری یا چیزی رو ببری به یه جایی به صورت مخفیانه. اسنیک یعنی قایمکی جایی رفتن. خب کسی میبینیم از رو جایی سرشو خم میکنه کسی نبینتش، بهش میگن سنیکینگ، یعنی قایمکی رفتن یا قایمکی سرک کشیدن هم معنی میداره. تو مثالا داریم، ببین مثال، ببین جان doesn't have a ticket but I thought we might sneak her in. میگه که جان بلیط نداره بیاد داخل، ولی فکر کنم میتونیم قایمکی بفرستیمش تو. سوسکی، but I thought we might sneak her in. sneak her in یعنی که اونو قایمکی دوزکی خیلی ریز بفرستیمش داخل. حالا اینجا رو ببین، I noticed him sneak a look at what I was writing. میگه من متوجه اون شدم که یک نگاه قایمکی کرد به چیزی که من داشتم مینوشتم. sneak یعنی که یه جوری که رمزآلود شما یک کاری رو بکنی. sneak someone in یعنی کسی رو قایمکی بفرستی تو. sneaking someone out یعنی کسی رو بدون که بقیه بفهمن بفرستی بیرون از جایی. خب حتی sneak a look یعنی که نگاه قایمکی at what I was writing. اینجا هم میگه که I help you around, I help you sneak around. sneak around یک phrasal verb میشه که میشه بهتون کمک کردم که خیلی قایمکی مثلا این برانور بچرخید بدون که کسی متوجه موضوع شما بشه، متوجه مسئلهی که شما دارید قایم میکنید باشه. I'll help you sneak around for 6 months. I look like an idiot. I look like an idiot. مثل یک احمق به نظر اومدم. And I was humiliated. And I was humiliated. Humiliated. Humiliate به چه معنی؟ Humiliate to make someone feel ashamed or lose respect for himself or herself. میگه که باعث بشه یک نفری احساس شرمساری بکنه یا احترام خودش نسبت به خودش رو، ارزش خودش رو از دست بده. Humiliate یعنی ضایع کردن، حقیر کردن. How could you humiliate me by questioning my judgment in front of everyone like that? میگه چجوری تو میتونی اینجوری منو ضایع و حقیر کنی با مورد قضاوت قرار دادن یا سوال پیچ کردن قضاوت‌های من یا قضاوت من در مقابل همه به اون صورت. Like that یعنی اونجوری چجوری میتونستی منو به این شکل تحقیر کنی، حقیر کنی. How could you humiliate me? They call him an old fool in public just to humiliate him. میگه اونو به عنوان یک احمق پیر خطاب کردن توی اجتماع، تو جمع، فقط برای اینکه زایا و حقیرش کنن. Just to humiliate him. پس humiliating، that was so humiliating، اتفاقی برات میفته، that was so embarrassing، خجالت آور، and humiliating، دو تا رو با هم میارن، یعنی که خیلی خجالت آور و شرم آور بود. And I only made $200. بعضی وقت برای پول در آوردن مثلا میگن how much do you make. خب یعنی که چقدر پول در میاری. How much do you make؟ تو میخوای بگی من $200 کاسب شدم، $200 در آوردم. I made $200. دیگه نمیگی I got یعنی گرفتم. ولی وقتی کار میکنی با کار پول در میاری میگی I make مثلا $2000 every month. هر ماه دو ماه $2000 مثلا پول در میارم. خب برای پول از فعل کمکی make هم استفاده میشه. خب رفقا ویدیو رو کامل بررسی کردیم، امیدوارم لذت برده باشید. ببینید که یه دوره داشته باشیم. get along یعنی که کنار اومدن، اینکه دو نفر آبشون با هم توی یه جوب بره، بتونن با هم بسازن. او یعنی اینکه به کسی بدهکار بودن و sneak یعنی کاری رو قایمکی انجام دادن، کسی رو قایمکی جایی فرستادن. humiliate یعنی ضایع کردن و حقیر کردن که بررسی کردیم. امیدوارم لذت برده باشید و استفاده کرده باشید. اگه ویدیو رو دوست داشتید حتما ویدیو رو لایک کنید، کامنت بذارید و کانال ما رو سابسکرایب کنید لطفاً، که واسمون خیلی ارزشمنده. تا ویدیوی بعدی، take care. Please come to the movie with us. I mean, you owe me. We owe you? That's right. I helped you guys out a lot in the start of your relationship. I helped you sneak around for like 6 months. I looked like an idiot. And I was humiliated. And I only made $200.